در همکارم بابک اساقی از قبرس و شهر نیکوزیا همراه من هستش. بابک، این گفته های بنت و مقامات امنیتی اسرائیل خیلی واکنش های زیادی داشته. بشنویم واکنش ها به این صحبت هایی که الان گفتیم. در هر صورت آنچه که ما میدانیم این هستش که موساد عملیاتی انجام داده. به گفته رسانه ها همانطوری که گفتی، موساد یکی از جنرال های ایرانی را ربوده، اون را مورد بازجویی قرار داده و پس از اون آزاد کرده. از جای دیگه گفته شد که یک جسدی را در سوریه موساد از اون دی ان ای برداشته و دیده که این مال رون اراد نیستش. در هر حال رسانه های اسرائیلی به گستردگی به این مسئله و عملی عملیاتی که موساد انجام داده پرداختند. کانال 11 اسرائیل گفتش که آزاد کردن جنرال ایرانی نتیجه این بوده که او اطلاعاتی در دست نداشته و اسرائیل فکر کرده که نگاه داشتن اون ممکنه که وضعیت را پیچیده تر بکنه و ایران احساس سرخوردگی بکنه و در صدد انتقام براد. که اگر در رابطه با انتقام صحبت میکنیم، باز در بخش دیگر به جایی که من امروز هستم و یکی دیگر از مکانهای نزاع بین ایران و اسرائیل تبدیل شده سخن خواهم گفت. در هر صورت بسیاری از سیاستمداران داخلی در اسرائیل آقای بنت را متهم کردن که از افشای این مطلب احساس میکرده که میتونه که از لحاظ سیاسی بهره برداری بکنه، ولی خود آقای بنت دقایقی پیش گفتش که آنچه که من افشا کردم موضوعی ارزشی بوده و نه سیاسی بوده. میگویند که وزیر امنیت اسرائیل هم زیاد از اینکه آقای بنت این مسئله رو افشا کرده، آقای گانس، خوشنود نیست و مثل اینکه در جریان افشای اون هم نبوده. کامیار، خب بابک، خودت اشاره کردی الان نیکوزیا هستی، تاجر اسرائیلی که ترور شده. اسرائیل انگشت اتهام رو به سوی ایران گرفته، ایران اتهاما رو رد کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم، واکنش ها به آنچه تا الان میدونیم. البته قصد ترور بوده و ترور نشده. یک تاجر اسرائیلی درست در همین جایی که من الان هستم، در ساختمان‌هایی که بیشتر اونها تحت تسلط یهودیان اسرائیلی هست و بازرگانان هستن که در اینجا کار میکنن، گفته شده که یک فرد آذربایجانی با پاسپورت روسی چند روز پیش در اینجا رفت و آمد کرده و وقتی که موساد اطلاع اون را به قبرسی ها داده، قبرسی‌ها اونا دستگیر کردن. خود تدی ساگی، اون بازرگانی که گفته شده که قصد ترورش را داشتن، گفته که اون موساد اطلاعاتی را در رابطه با اینکه قرار بوده جمهوری اسلامی با گرفتن در کار گرفتن این آذربایجانی ترور من را ترتیب بده، خیلی سریع و دقیق عمل کرده. فرمانده پلیس نیکوزیا امروز به ما گفتش که این مرد 39 ساله آذربایجانی با ما همکاری نمی‌کنه، سکوت کرده. در حال حاضر ما تلاش می‌کنیم که تلفن اون را بررسی بکنیم، ببینیم که با چه کسی در تماس بوده. گفته شده که بین 4 تا 5 تا همدستم داشته. فردا قرار هستش که در دادگاهی در نیکوزیا در اینجا در رابطه با اولین بخش دادگاه این فرد صحبت بشه. باید این را هم بگویم که در خود نیکوزیا و قبرس هنوز صحبتی از اینکه این مسئله امنیتی بوده، کار ایران بوده یا نه، صحبتی نمی کنم و تنها میگویند که کسی را دستگیر کرده. آنچه که ما در رابطه با ایران و جمهوری اسلامی میشنویم، آنچه که هستش که از اسرائیل و از سخنگوی آقای بنت تاکنون به دست ما رسیده. بابک اساقی که این بار از نیکوزیا همراه ما بود.